حالا اگه این چرخه رو ما بخوایم به لحاظ جنسی بررسی کنیم چه اتفاقی میفته، به این ترتیب هستش که معمولا بیشترین مشکلاتی که ممکنه یک زوجین با هم دیگه داشته باشن راجع به دلزدگی های جنسی که اتفاق بیفته، چند تا خطر تو هر مرحله هست. حالا ما این چند تا خطر رو بررسی میکنیم ببینیم چه اتفاقی داخلش میفته. یکی از معرفاتی که وجود داره همین دوره آشنایی پیش از ازدواج هست. این دوره های آشنایی پیش از ازدواج خطراتی که میتونه دلزدگی رو ایجاد بکنه حتی برای کل سالهای زندگی که بعد اینها رو به صورت یک ترومای جنسی ببینیم که نیاز به مداخله های درمانی اتفاق میفته، عجله کردن اینها برای ورود به یک رابطه جنسی. یعنی هنوز یک خانم آماده نشده، شروع به رابطه جنسی رو استارت نزده، آقا اصرار به برقراری رابطه جنسی داره. من که هم مراجعه این رو میبینم که میگه که من نمیدونم چرا با پارتنرم آشنا شدم، قصد ازدواج داریم، ولی هنوز هر دفعه به من میگه که بیا یه رابطه جنسی داشته باشیم، من خودم جدا استرس میکنم، استراب پیدا میکنم. این رابطه جنسی باید رابطه جنسی خیلی عادی باشه، خیلیشون دارن انجام میدن، چرا من استرس دارم؟ من همیشه توصیه که بهشون میکنم، توصیه که روانکاو ها میکنن، اونم اینه که شما به علائم بدنیت دقت کن. وقتی که بدن شما داره یه چیزی رو ریفوز میکنه، یعنی اینکه اتفاق داره میافت. این یعنی که تو روانت آماده برقراری رابطه نیست. طبیعتا شما هنوز این مرد رو نشناختی، چون طبیعتا هنوز نمیتونی اطمینان کنی، چون طبیعتا نمیتونی اعتماد داشته باشی که اگر با این فرد بر مبنای پیش زمینه های ذهنی وارد یک رابطه جنسی بشی، پشمندش اتفاقی میافته. نمیدونی که بعد آیا عواقب اجتماعی به دنبال داره یا نداره، چون به هر حال ما طبق کلیشه میتونیم که زنان در گروه های آسیب پذیر در رابطه جنسی هستن، یعنی یه واقعیت جهانی هستش که اتفاق میفته. اینکه یک خانم دچار بیماری جنسی بشه زودتر اتفاق میفته، اینکه یک خانم اگر باردار بشه عواقبش با خانم هستش، تظاهراتش در بدن یک خانم نمایان میشه، یا آقایی که باردار کرده که رفته تظاهرات بالینی نداره، تظاهرات نشون میده خودش عواقب اجتماعیش با اون خانومه که حالا شما بچه کجا اومده، اصلا چرا بچه دار شدی، حتی اگر ازدواج هم کردن گاهی عواقب اجتماعی اثر میذاره که چرا اینقدر زود، چرا اینقدر دیر، چرا بچه نداری، چرا اسود آوردی. اگر هم که وارد ازدواج نشده باشن، خب چه توضیحی بده که هنوز من ازدواج نکردم، تو دوره نامزدی یا پیش از ازدواج هستم و الان باردارم. اگه بچه رو نگه داره که دردسرش مال خانومه، چون آقا ممکنه ول کنه بره و خانومه که بچه رو بزرگ کنه. اگه بچه رو بخواد سخت بکنه، عواقب جسمانی و سلامت جسمیش با خانوم هستش. اگه بچه رو بعدش نگه داره آقا بره، مایحتاج اقتصادی و پروسه نگه داشتن یک بچه به عنوان یک در واقع سینگل پرنت اذیت کننده است، یک والد مجرد اذیت کننده. واسه همه عواقب به ایشون برمیگرده. طبیعتاً وقتی یک مرد اون رو دعوت به رابطه جنسی میکنه که هنوز به شناختی نداره، باید به این علائم استراب دقت بکنه. در خلاف توصیه که متاسفانه آیدفه من میگم باید خانم مثل یک گلی میمونه که باید این گلبرگ ها آروم آروم شکفته بشه و آقا باید اجازه این کار رو بده. اگر که یک دفعه بخواد این گل رو، یا مثل همون کرم ابریشمی که توی پیله تنید، اگه بخوای یه دفعه باز کنی پروانه نمیتونه پرواز بکنه. باید امنیت روانی داشته باشه تا بتونه یک فردی رو در وجود خودش در حقیقت بپذیره. چه مثال خوبی زدی خانم دکتر، دقیقاً همینجوره. یعنی واقعا آقایون باید بدونن که تو این پروسه باید زمان بدن تا یک خانم به لحاظ روانی بپذیره و این اعتماد در شکل بگیره. بسیاری از زوجینی هستن که میبینیم دچار واژینیسموس شدن به خاطر این دوره که آقا فشار آورده. بسیاری از زوجینی هستن که خانمش دچار بیماری جنسی شده به خاطر فشاری که آقا آورده. و این مشکلات به این ترتیب وجود داره و کماکان ادامه پیدا میکنه. خب طبیعتاً ببینید دلزدگی زمانی اتفاق میفته که شما خودتون رو وارد رابطه ای میکنید که توی این رابطه آمادگیشو ندارید. طبیعتاً از همون ابتدا یک رابطه جنسی که اولین تجربه شما شاید باشه با دلزدگی شروع میشه. یا آقای که اومد فقط قصد خودش رو داشت و خیلی اتفاقای دیگه.